بینندگان عزیز، سلام بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه، تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید. امروز چهارشنبه 21 ماه می و 31 اردیبهشت ماه 1393، ساعت 4:03 است به وقت واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا. و بار دیگه شانس داریم که با آقای عنایت مطلبی از استرالیا باشیم و سوالاتی رو که شما دوستان مطرح میکنید من اینجا میپرسم، ایشون پاسخ میدن. این رو توضیح میدم که یادآوری کنیم شما در حین گفتگوهای ایشون اگر سوالی دارید، نظری دارید، میتونید چه از طریق تلفن ما، چه از طریق فیسبوک ایشون، فیسبوک مردم تیوی و ایمیل مردم تیوی برای ما ارسال کنید. این سوالها رو ما میپرسیم و ایشون هم تا حالا با کمال میل پاسخ دادن. از این بابت من ازشون تشکر میکنم. من بیش از این صحبت نمیکنم، میکروفون رو در اختیار آقای مطلبی میذارم تا صحبتاشون رو بگن برای امروز. بعد هر وقت که به من اجازه دادن اون سوالها رو میپرسم. آقای مطلبی خوش آمدید، بفرمایید. مرسی جناب سوربی، خیلی ممنون و متشکر. امیدوارم که حال شما هم خوب و خوش و سالم. دوستان عزیز همینطور و هموطنان گرامی، تکبیر الله و ابها و سلام و درود بنده را بپذیرید و امیدوارم که هفته خوبی داشتید و هفته خوبی هم خواهید داشت. در برنامه امروز دوست دارم به مناسبت اظهار امر حضرت باب یا سید علی محمد باب که امشب ما در استرالیا شروع میکنیم ولی کنگویا شما فردا، یک روز با هم اختلاف داریم. در هر صورت پیش از ظهور یا اظهار امر سید علی محمد باب که ملقب به باب هستش و یا حضرت اعلام، دو شخصیت بزرگ در ایران و اشخاص دیگری در نقاط دیگر دنیا آماده می کردند برای ظهور موعود کلی. مثلا در آمریکا جان اسمیت از افرادی بود که مردم اون زمان را آماده می کرد و همینطور میلر در اروپا در آلمان بود و دو فرد دانشمند در ایران. اول شخصی به نام شیخ احمد احسایی، وی در شهر احسا در جنوب شرقی شبه جزیره عربستان متولد و در جوانی قرآن را از حفظ و اکثر احادیث را از برداشت و دارای علم و دانش فوق‌العاده‌ای بود. شیخ احمد به نجف و کربلا و بعد به شهر زیبای شیراز وارد گردید و از این که به شهر شیراز آمده و می‌دانست که شخصی موعود از این شهر خواهد آمد خیلی خوشحال و خوشنود بود و پس از مدتی به شهر یزد مسافرت و در آنجا اقامت گزید. در اون زمان چون دارای کلاس درسی جهت مشتاقان علم و دانش شد، آوازش به گوش فتلی شاه رسید و شاه یک سری سوالاتی را که تا اون زمان علمای دیگر جواب دلخواهش را نداده بودند
نزد وی فرستاد و جویای جواب شد. وی به تمام سوالات پاسخ داده و طی رساله‌ای به نام رساله سلطانیه نزد فتحعلی شاه فرستاد. شاه از پاسخ شاد و مسرور گردید، ولی میخواست که شیخ احمد را ملاقات کند، پس وی را دعوت نمود برای تهران. شیخ احمد قصد زیارت شهر مشهد جهت زیارت امام رضا داشت، پس جوابی به شاه نوشت و گفت: چون میخواهم بروم زیارت مشهد و در زمانی که برمیگردم به تهران نزد شما خواهم آمد. پس از اینکه شیخ احمد بازگشت و وارد تهران شد، مورد استقبال مقامات دربار و همینطور کشوری به امر فتحعلی شاه گردید. اتفاقا در اون زمان مصادف شد با تاریخ تولد حضرت بهاءالله که در 12 نوامبر سال 1817 اتفاق افتاد. شیخ احمد بسیار خوشحال و خوشنود بود و از این رو سپاس به خداوند متعال نمود که وی افتخار اون را داشته که در این زمان وارد تهران میشه. بعد شیخ احمد تصمیم گرفت به کرمانشاه و از کرمانشاه به کربلا و نجف و عاقبت به مکه تشریف برد و در مکه صعود نمود و در نزدیک مقبره حضرت محمد در اون شهر مدفون شد. شیخ احمد پیش از این که به مکه بره، شخصی به نام سید کاظم رشتی را به معاونت خود انتخاب و بعد به جانشینی وی گزید و سید کاظم همون کار شیخ احمد را دنبال کرد و مردم را برای ظهور موعود آماده می کرد. و به مردم می گفت آماده باشید، به زودی زود شخصی که مورد نظر ماست یا ما منتظر او هستیم چیکار میکنه ظاهر خواهد شد. شیخ سید کاظم در سال آخر زندگیش این عادت همیشگیش بود که به کربلا میرفت و بعد به کاظمین باز میگشت. سال آخر زندگیش هم همین کار را کرد، به کاظمین رفت و زیر درختی در مقابل مسجدی ایستاده بود که یک چوپانی نزد ای آمد و سلام کرد و به وی گفت: من خوابی دیدم که حضرت رسول اکرم به من امر فرمودند بیایم اینجا در مقابل مسجد در زیر این درخت خدمت شما و بگویم که شما باید به کربلا بازگردید و بعد از 3 روز
شما صعود خواهید کرد. و حضرت رسول این امر را بر من تأکید فرمودند. سید کاظم با لبخندی از وی تشکر و بلا فاصله به کربلا بازگشت و بیمار و پس از 3 روز وفات نمود. ولیکن وقتی که این چوپان این خواب را گفت، تمام شاگردان سید کاظم ناراحت شدند. سید کاظم اونها دلداری داد، گفت شما چرا ناراحت میشید؟ من اگر نروم، اون موعودی که ما منتظر هستیم نخواهد آمد، پس بهتر آن است که من بروم تا اون موعود ظاهر گردد و شما از این موضوع هیچ ناراحت نباشید. و به تمام شاگردانش اینجوری گفت: وقتی من صعود کردم، شما باید متفرق بشید در تمام شهرها و موعود مورد نظر را پیدا کنید. در هر صورت یکی از شاگردان شیخ احمد ملا حسین بشرویه بود. پس از اینکه سید کاظم صعود فرمود، وی به طرف کربلا و مدت 40 روز به نماز و روزه اقدام کرد و خود را آماده نمود برای یافتن موعود الهی. و وی به شهر شیراز وارد شد. وقتی به شهر شیراز وارد شد، البته شیخ سید کاظم، ببخشید، البته ملا حسین با برادر خودش و همچنین پسر خالوی خودش به این شهر وارد شدند. وقتی که به دروازه شیراز رسیدند، ملا حسین به همراهان گفت شما بهتر است به مسجد ایلخانی بروید و من امروز بعد از ظهر به شما می پیوندم و می خوام چند لحظه ای چند ساعتی تنها باشم. و ملا حسین فرمود که دوستان بروید و اونها چیکار کردند؟ رفتند. ملا حسین فرمود من در خارج شهر شیراز به خدمت جوانی رسیدم با نهایت محبت نسبت به من رفتار کرد و مرا به منزل دعوت فرمود. تاریخ ورودش تقریبا، نه تحقیقا، نه تقریبا، درست در 23 شب قبل، یعنی 22 می 1844 بود که ایشون وارد شیراز شده بود و در نزدیک دروازه شهر این جوان را ملاقات کرد. این جوان می‌فرماند که این جوان از من پرسید، جویا شد که و دعوت نمود به منزل خود تا از خستگی دمی بیاسایم و از او
درخواست کردم که من نمیتونم دعوت شما را قبول کنم، زیرا همراهان من در شهر به انتظار مراجعت من هستند. فرمودند آنها را به خدا بسپار، خداوند آنها را محافظت می‌فرماید. بعد مرا امر کرد تا در خدمتش روان شوم. من هم به قدری از حسن رفتار و شیرینی گفتارش متأثر شده بودم که نتوانستم دعوتش را اجابت نکنم. از احساسات شدید و عواطف عالیه و آواز دلربا و متانت و وقارش در حیرت بودم. پس از طی طریق به درب منزلی رسیدیم. بنای منزل در نهایت ظرافت بود. جوان در را کوبید، غلام حبشی در را بگشود. جوان اول وارد شده و به من فرمود ادخلوها به سلام آمنین. عظمت و جلال و قدرت و طرز مهمان نوازی تا اعماق قلب من اثر کرد. آیه قرآنی را که تلاوت فرمود برای وصول به مقصود قلبی خود به فال نیک گرفتم، زیرا این آیه را وقتی فرمود که می‌خواستم وارد منزل شوم. این اولین منزلی بود که من در آن شهر وارد می‌شدم. هوای این شهر از اول ورود سرور و شادی عجیبی در من ایجاد نموده بود که هرچه بخواهم وصف کنم نمیتوانم. با خود گفتم آیا ممکن است در این شهر به مقصود برسم؟ آیا ممکن است این پیش آمد به حصول مقصود من کمک کند؟ و به دوره انتظار من خاتمه بخشد. خلاصه وارد منزل شدم، صاحب خانه از جلو و من از دنبال وارد اتاقی شدیم. به محض ورود به اتاق سرور و نشاط من مضاعف گشت. هرچی بگویم کم گفتم. نشستیم، جوان فرمود آفتابه و لگن آوردند برای اینکه به شستن دست و پا اقدام کنم. من اجازه خواستم که در اتاق دیگر به شستن دست و پا اقدام کنم، ولی اون بزرگوار در همون اتاق با دست مبارک خود آب ریختن و من دست و پایم را شستم. بعد از آن ظرفی از شربت برای من آوردند. آنگاه فرمودند سماور و چای حاضر نمایند و چای به من مرحمت کردند. پس از آن اجازه خواستم مرخص شدم. عرض کردم مغرب نزدیک است و همراهان منتظر من هستند. به آنها گفتم هنگام مغرب در مسجد ایلخانی نزد شما خواهم آمد. فرمودند ناچار وقتی که به آنها وعده دادی کلمه انشاءالله را به زمان راندی. از قرار معلوم مشیت خدا به رفتن تو قرار نگرفته، بنابراین از خلف وعده بیمناک مباش. متانت و وقار اون بزرگوار طوری بود که چیزی نتوانستم بگویم. برخاستم، وضو گرفتم، به نماز مشغول شدم. ایشان نیز پهلوی من به نماز ایستادن. در بین نماز به این پیش آمد خود فکر می نمودم و قلبن مناجات می کردم و می گفتم خدایا تا
تاکنون در جستجوی حضرت موعود کوتاهی نکردم، ولیکن هنوز به مقصود نرسیدم و حضرت موعود را نیافتم. تو ظهور او را وعده فرموده ای و تخلف در وعده تو نیست. این جریان که ذکر شد شب پنجم جوادی الاول سال 1260 هجری قمری بود. نیم ساعت از شب گذشته بود که اون جوان بزرگوار با من به مکالمه پرداخت و از من سؤال فرمود: بعد از جناب سید کاظم رشدی مرجع مطاع شما کیست؟ عرض کردم مرحوم سید در اواخر حال سفارش می فرمود که بعد از وفاتش هر یک از شاگردان باید ترک وطن گوید و در اطراف به جستجوی موعود معبود یا محبوب پردازد. این است که من برای انجام امر استاد بزرگوارم به ایران مسافرت کردم و هنوز هم که هست به جستجوی موعود مشغولم. سوال فرمودن: آیا استاد بزرگوار شما برای حضرت موعود اوصافی مخصوص و امتیازاتی به خصوص معین فرمودند یا نه؟ عرض کردم آری. می فرمود حضرت موعود از خاندان نبوت و رسالت است، از اولاد حضرت فاطمه زهرا علیه السلام است. سن مبارکش وقتی ظاهر می شود کمتر از 20 و متجاوز از 30 سال نیست. دارای علم الهی می باشد، قامتش متوسط است و از شرب دخان برکنار و از عیوب و نواقص جسمانی منزه و مبراست. میزبان محترم لمحه‌ای سکوت فرمود، سپس با لحن بسیار متینی فرمودم: نگاه کن، این علامات را که گفتی در من میبینی یا خیر؟ بعد یکایک علامات را ذکر فرمودم و با شخص خود تطبیق نمودم. سرابهای مرا حیرت و دهشت فرو گرفت و با کمال ادب عرض کردم: حضرت موعود نفس مقدسه قدسیه است که رتبه‌اش از عالم بالا از همه بالاتر است، دارای قدرت فوق‌العاده و قوت فائقه عظیمه است. علامات مخصوصه بسیار دارد، از جمله علم اون بزرگوار است که بی‌نهایت است. سید مرحوم درباره علم موعود اغلب می‌فرمود: علم من نسبت به اون علم اون حضرت مانند قطره نسبت به دریاست که از طرف خداوند به حضرتش عنایت شده. اون چه من میدانم در مقابل معارف عالیه و علم محیطه او مانند ذره از خاک است. بین این دو مقام فرق بسیار موجود است. هنوز گفتارم را تمام نکرده بودم که بی اختیار ترس و شرمساری مرا فرا گرفت، به طوری که آثارش در من آشکار شد. از گفته خود پشیمان شدم و خودم را سرزنش کردم و همت گماشتم که طرز بیان را تغییر دهم و از حدت و شدت لحن القول بکاهم. قلبن با خدا عهد کردم که اگر اون بزرگوار مجددن این موضوع را مورد بحث قرار دهد، با
با کمال خضوع عرض کنم: اگر حضرت موعود شما هستید، دعوت خود را تأسیس فرمایید تا مرا از قید انتظار به تشرف به حضور موعود خلاصی بخشید و از ثقل این بار گران رهایی دهید. خیلی ممنون می شوم اگر به انتظار من خاتمه بدهید و مرا خلاصی بخشید. وقتی می خواستم به راه طلب قدم گذارم و به جستجوی موعود بپردازم، دو مسئله را پیش خود علامت صدق ادعای مدعی قائمیت قرار داده بودم. یکی رساله‌ای بود که شامل مسائل مشکله و اقوال متشابهه و تعالیم باطنیه حضرت شیخ و سید کاظم بود. تصمیم داشتم هر کس اون رموز و اسرار را حل نماید به او ایمان بیاورد. و دوم اون که سوره مبارکه یوسف بود که به طور بدی که نظیر اون در مؤلفات و کتب نتوان یافت، چیکار کنه؟ تفسیری بفرماید. انجام این دو مهم دلیل صدق ادعای اون مدعا بود. سابقا از سید مرحوم درخواست کرده بودم که تفسیری بر سوره یوسف بنویسد. به من فرمودن این کار از عهده من خارج است. حضرت موعود که بعد از من ظاهر می شود، رتبه و مقامش به مراتب از من بزرگتر است. چون اون بزرگوار ظاهر شود، به صرافت طب و به صرف اراده مطلقه خیش، بدون اون که کسی از اون حضرت درخواست کند، تفسیری به سوره یوسف مرقوم خواهد فرمود. و این بزرگترین دلیل بر عظمت مقام و جلالت شأن و صدق ادعای اون حضرت خواهد بود. من سرگرم این افکار بودم. میزبان بزرگوار من فرمود: درست دقت کنید، تمام صفات در من موجود است، چون چه مانع دارد که من شخص موعود باشم که سید مرحوم فرموده؟ چه اشکالی در این مسئله تصور میکنید؟ پس از استماع این بیانات مبارک، چاره‌ای جز تقدیم رساله معهوده ندیدم. اون را به حضور مبارک گذاشتم، عرض کردم: خواهش دارم به صفحات این رساله نظر لطفی افکنده و از ضعف و تقصیر من صرف نظر فرمایید. اون بزرگوار مسئول مرا قبول فرموده و کتاب را برداشته، بعضی صفحات اون را ملاحظه نمودن و اونگاه کتاب را بسته به من متوجه شدم و در ظرف چند دقیقه حل مشکلات و کشف رموز اون را بیان فرمودن. به علاوه بسیاری از حقایق و اسرار را تبیان، یعنی روشن و تشریح فرمودن که تا اون وقت هیچ حدیثی از ائمه اطهار در هیچ کتابی از تألیفات شیخ و سید ندیده بودم. بیان مبارک به قدری مؤثر و بهجت آور بود، با قدرت مخصوصه اعدام می شد، که وصفش از عهده من خارج است. من فرمودن: اگر مهمان من نبودی، کارت بسیار سخت بود، ولیکن رحمت الهی شامل تو گردید. خدا باید
بندگان خود را امتحان کند. بندگان را روا نیست که با موازین مجهوله خود خدا را آزمایش کند. اگر من مشکلات تو را شرح و بست نمی دادم، آیا دلیل بر نقص علم من بود؟ حاشا و کلا. حقیقتی که در قلب من تابنده و مشرق است هیچ به عجز و ناتوانی منصف نشود. امروز جمیع توائف و ملل مشرق و مغرب باید به درگاه سامی من، عالی من، سامی یعنی عالی، توجه کنند و فضل الهی را به وسیله من دریافت نمایند. هر کس در این عمل شک و شبهه نماید به خسران مبین مبتلا گردد. تمام مردم مگر نمیگویند که نتیجه خلقت فیض به عرفان حق است و موفقیت و پرستش خدا. بنابراین بر همه واجب است که قیام نمایند و کوشش کنند و مانند تو به جستجو پردازند و ثبات استقامت به خرج دهند تا حضرت موعود را بشناسند. بعد فرمودن این که وقت نزول تفسیر سوره یوسف است. پس قلم را برداشته و با سرعت خارج تصور سوره المرء را که اول سوره اون تفسیر مبارک است نازل فرمودن. حلاوت صوت مبارک که در حین نزول آیات ترنم می فرمودن، من همانطور نشسته بودم گوش می دادم. صوت جان افزا و قوت بیان مبارک مرا اسیر کرده بود. بالاخره برخواستم و با حیرت و تردیدی که من به من دست داده بود عرض کردم اجازه بفرمایید مرخص شوم. فرمودن بنشینید، اگر حالا از اینجا بیرون بروید هر کس که شما را ببیند خواهد گفت که این جوان دیوانه شده است. بعد باز دوباره پس فرمودن بنشینید، اگر حالا از اینجا بیرون بروید هر کس که شما را ببیند خواهد گفت که این جوان دیوانه شده است. اون وقت 2:11 از شب گذشته بود، شب 65 بعد از نوروز، مطابق با شب 6 خرداد از سال نهنگ و 5 جمادی 1260 هجری و برابر با 23 می 1844 میلادی. قبلا ما در این مورد اگر یادتون باشه کاملا صحبت کرده بودیم از پیشگوهایی که در کتب مقدسه از جمله انجیل بود که سال 1844 خیلی سال مهمی بود. به نامهای 42 هفته، 1 روز و 2 روز و نصف روز بود و همینطور مستقیما سال 1260 هم ذکر شده بود.
بعد فرمودند بعد از این در آینده این شب و این ساعت از بزرگترین اعیاد محسوب خواهد شد، خدا را شکر کن که به آرزوی خود رسیدی. و از رحیق مختوم یا اون شراب که باز نشده تا حالا شما آشامیدی، خوشا به حال اشخاصی که به این موهبت فائز شوند. 3 ساعت از شب گذشته امر فرمودند تا شام حاضر کنند. غلام حبشی امر مبارک را اجرا کرد، طعام لذیذی آورد، جسم و روح مرا تغذیه نمود. تصور می کردم از خوراکهای بهشتی مضروغم. غلام حبشی از تأثیر تربیت اون بزرگوار نصیب وافری داشت و در نظر من دارای مقام بلندی بود. محبت و لطف رفتار میزبان بزرگوار مخصوص خودش بود، از کس دیگری ممکن نبود. اون گونه عواطف و فضائل آشکار و ظاهر گردد. من مطلب همین بود که مطلب به تنهایی برای عظمت و جلالت اون بزرگوار برهانی کافی و شاهدی صادق بود که احتیاج ببخشید به سایر شؤون نداشت. من گرفتار سه میان میزبان مهربان خود بودم. نمی دانستم چه وقت و چه هنگام است. از دنیا بی خبر و همه چیز را چی فراموش کرده بودم. ناگهان صدای اذان صبح به گوشم رسید. اون شب در محضر مبارک جمیع نعم الهیه را که در قرآن برای اهل بهشت مقرر فرموده بود محسوس دیدم. اون شب خواب به چشم من نیامد. پیوسته به نغمات صوت روح افزای حضرتش دوستان عزیز به نظر میرسه که مشکلی داریم. اجازه بدید من باز تماس بگیرم با آقای مطلبی و این مشکل ارتباط مستقیم همیشه هست. اینجا نشون میده که اسکایپ ایشون قطع شده، امیدوارم وصل بشه و با هم در تماس باشه. و بله، تا موقع اگر شما پرسشی یا نظری دارید بتونید با شماره تلفن، اجازه بدید من شماره تلفن رو هم برای شما اینجا بذارم، 703-957-6150 و ایمیل آدرس info@mardomtv.com یا مستقیماً با فیسبوک که به اسم خود آقای مطلبی هست، عنایت مطلبی، تماس بگیرید. بله ایشون نیست که ارتباط برقرار شده. اجازه بدید من تماس بگیرم و ببینیم که چی شده. باز اینجا می‌نویسه که اینترنت پرابلم دارم. جناب سوربی، بله چه اشکالی پیش اومده؟ شاید اونجا چیه، بارون و این چیزا هست، چه خبر هست؟ اتفاقا نه بارونه نه هیچی. نمیدونم، هوا چنده، از زمستان هم خبری نیست، هوای بهاری بسیار خوبی است. خب خیلی هم خوب، خوشحالم که باز ارتباط برقرار شد و ما داریم گوش میدیم، شما صحبت کنید، بفرمایید. بسیار خوب، من یادم نیست تا کجا عرض کردم، ولی که خب حالا دوباره
در هر صورت والا تا اونجایی که شما گفتید خوراکای خیلی عالی خورد ایشون، منم اینجا دهنم آب افتاد. حتما ارسانه هستش و شما هم باید برای شام آماده بشید. بله بله، در صورت میفهمم که جناب ملا حسین میفهمم اون شب خواب به چشم من نیامد، پیوسته به نقامات صوت روح افزای حضرت و پس و بلندی آواز جانفزایی در هنگام نزول آیات، آیات قیوم الاسما یعنی تفسیر سوره یوسف، گوش هوش فرا داده بودم و از ترنمات لذت می بردم. بعد فرمودن حضرت باب بهشون فرمودن شما اولین یا اول کسی هستید که به من ایمان آوردید، من باب الله هستم و شما باب الباب. اینجا باید عرض کنم باب الله برای ظهور خدا که همان حضرت بهاءالله هستند و شما باب من، درب من هستید. و ایشون فرمودن باید 18 نفر به من مؤمن بشوند، به این معنی که ایمان اونها نتیجه تفحص و جستجوی خود اونها باشد، بدون این که کسی اونها را از اسم و رسم من آگاه کنند. باید مرا بشناسند و به من مؤمن شوند. اون وقت یکی از اونها را انتخاب می کنم که با من در سفر مکه همراهی کند. در مکه امر الهی را به شریف مکه ابلاغ خواهم کرد. شما باید اون چه امشب جریان یافت از همراهان خود و سایرین چکار کنید؟ مکتوم دارید و به هیچ کس چیزی نگویید. در مسجد ایلخانی توقف کنید و به تدریس مشغول شوید. رفتار شما نسبت به من باید طوری باشد که از رمزی که بله از این رمز هیچ کس خبر نیابد. در این فرصت بود که و چی بشه و این رمز مستور بمونه و افشا نشود. مرا به هیچ کس معرفی نکنید تا وقتی که به مکه توجه نمایم. برای هر یک از مؤمنین اولیه تکلیفی معین خواهم کرد و راه تبلیغ کلمت الله را به آنها نشان خواهم داد. بعد از این فرمایشات مرا مرخص فرمودند و تا دم در با من تشریف آوردند. این بود مختصری از تاریخ اظهار امر حضرت باب یا سید علی محمد باب. من امیدوارم که این روز خجسته بر تمام بهایی ها و دیگر دوستان بهایی چی تبریک و تهنیت عرض می کنم و موفقیت همگی را آرزو دارم. جناب سوربی اگر سوالی هست بنده در خدمت شما هستم. با اجازه شما من اول از همه بزنم جلو صف سوال خودم رو بپرسم. یعنی این روز رو شما مثل همون روز بعثت یا مبعث میدونید؟ روزی هست بله دیگه، این روزی هست که حضرت باب اعلان فرمودن کی هستن، یا همون قائم آل محمد یا رسالت جدیدی یا کسی هستن که بشارت دهنده حضرت بهاءالله هستن. ایشون چند تا عنوان یا تایتلی دارن که یکی از اونها همین بشارت دهنده ظهور عظیمتری هستند که اون ظهور حضرت بهاءالله است. بسیار ممنونم. سوال اولی برای شما این هست که خرد و یا دین
کدام یک؟ یا دین. اول باید ببینیم که خرد یعنی چی. خرد یعنی عقل، هوش، دریافت و ادراک، ادراک حسن بدی یا حسن خوبی، از بدی از خوبی یا خوبی از بدی، و تمیز دادن نیک از بدی. حال ببینیم که چجوری میتونیم یا چه به چه طریقی ما میتوانیم معانی ذکر شده را همچون چراغی جهت راهنمای زندگی خودمون قرار دهیم تا خوب را از بد تشخیص داده و راه صحیح را انتخاب نماییم. اگر ما خرد را جناب سوربی یه چراغی بدونیم که در حال حاضر این خرد در وجود ما هست، این چراغ در وجود ما هست، ولی فقط باید آماده نمود. اگر این چراغ نفتی هست باید نفتش رو ریخت، اگر برقی هست با چراغ کلیدش روشن کرد، و اگر باتری هست باید چیکار کرد؟ باتریش رو آماده کرد. لابد احتیاج به باتری داره، لابد احتیاج به تمیزی داره یا چیزهای دیگه. باید همه اینها را ما آماده کنیم و بدانیم، باید بدونیم که چجوری این چراغ را روشن کنیم. کسی که این دانایی ها را داره باید به ما کمک کنه و ما نام این شخص را معلم یا مربی میدونیم. آیا جناب سوربی اولین مربی مادر نیست؟ آیا دومین مربی پدر نیست؟ آیا مربی دیگر در مراکز تحصیلی و تربیتی نیستند؟ آیا اجتماعی که ما در اون زندگی میکنیم مربی نیست؟ و از طرفی دیگر این طبیعت که شامل جمادات و نباتات و حیوانات هستند، اینها مربی نیستند. انسان ها و مظاهر الهی هم تماماً و کاملاً مربی نیستند. آیا به چه دلیل و چه برهانی ایده‌ای نسنجیده و تعمق نکرده و تفکر به اندازه کافی ننموده ذکر این مطلب و ایراداتش میکنن؟ به هیچ گونه قابل پذیرش نبوده که خرد ما تنهایی کار خواهد کرد. بسیار ممنونم. پس احتیاج به پرورش این خرد خود داریم. چطور میشه قبول و پذیرفت که احتیاج به مربی نیست؟ آیا این دانه‌ای که مثلا یک دانه گندم، یک دانه درخت یا هر چی دیگه اگر به دست دهقانی ما ندیم و اون دهقان توجه به اون نکند، آیا این دانه رشد خواهد کرد، ترقی خواهد کرد، منتهی به شاخه و برگ و گل و میوه میشه؟ پس لازمه ضروریه انسان هم چی هستش؟ یک مربی است. این مربی باید کسی باشه که از علوم فیزیکی و عقلانی و روحانی اطلاع کامل داشته باشد تا ما بتوانیم به روی این سه ستون چیکار کنیم؟ ساختمان عظیم و استوار چی؟ وحدت را، البته وحدت در کثرت را بنا نماییم.
حال اگر ایرادی در وسایل این ساختمان یا ستونهایش پیدا بشه، خلل طول زمان به دستان نابخردان و ابراز دست و زبان ناکسان، آیا این ساختمان به کجا خواهد کشید؟ باید که صاحب این ساختمان، مهندسین، آرشیتکس، معمار و وسایل جدیدی تهیه نماید تا بتونه این ستونها را ترمیم و درست کنه. پس بر اثری که تاریخ میگذره این ساختمون چی میشه؟ خراب میشه، ناجور میشه. پس احتیاج به چی داره؟ به ترمیم داره. خرد ما به تنهایی نمیتونه این کارا را انجام بده. ملاحظه کنید بر سر ساختمان وحدت اسلام، مسیحیت و دیگر ادیان چی به سرشون اومده. باید تجدید و تعمیر و روح جدیدی در اینها دمیده بشه. همینطور که ملاحظه میکنیم در هر یک از اتاقهای این ادیان شخصی و گروهی گرفته و حتی دو نفر ما نمیتونیم پیدا کنیم که در یک موضوع با هم هم عقیده و موافق باشن. دوستان عزیز، خرد حکم نمی کنه که قدری به این چند تعالیم تفکر و تعمق نموده و در حمایتش کوشش نماییم. حالا ما این مسئله دین را برای چند دقیقه میذاریم کنار. به این چند تعالیم شما اصلا به حساب دین نذارید. مثلا تساوی حقوق زن و مرد، شما چه ایرادی در این میبینید؟ وحدت در کثرت. ببین انگشت های دست خودمون رو اگر نگاه کنیم هر کدوم به شکل و شمایلی هست. اگر همه یک اندازه و یک جور بودن چجوری ما میتونیم یه جسمی را بلند کنیم؟ حل مسائل اقتصادی و مادی از طریق روحانیات، تعلیم و تربیت عمومی و اجباری و یکسان، آیا اینها با خرد اختلافی دارند؟ انتخاب یک زبان بین المللی غیر از زبان مادری، داشتن یک مجمع عمومی و بین المللی جهت مشاوره در امور مختلف انسانی، داشتن یک ارتش یا یک پلیس بین المللی، جدا شدن دین از سیاست، همکاری و سازگاری علم و دین و بسیاری از تعالیم دیگر که امروزه قابل استفاده و لازمه این دوره از زمانه بشر بوده و می باشد. حالا شما چه اشکالاتی از این می بینید؟ اینها آیا از با خرد مخالفتی داره؟ جان سوربی مخالفتی داره با خرد؟ اجازه بدیم من پاسخ ندم چون برایم دردسر درست میشه. آقای مطلبی، ازتون خواهش می‌کنم یه مقداری هم پاسخ‌ها رو کوتاه‌تر کنید تا برسیم. 4-5 تا دیگه هست هنوز. حالا اگر نرسیدیم ناچاریم هفته دیگه، چون که من همیشه راجع به این مربی صحبت می‌کنم بازم سوال میشه، راجع به این خرد صحبت می‌کنیم بازم سوال میشه.
خب هر جور که راحت آیا واقعا هست. جناب سوربی تا به کی در خواب خرگوشی، تا به کی صحبت‌های بیفایده و بیحاصل از گذشته، تا به کی حسرت گذشته را خوردن؟ اگر گذشته ببینید اگر خوب و استوار بود، پس چرا از هم گسسته شد؟ چرا پاره پاره گردید؟ چرا این چیزی که جهت اتحاد و وحدت بود موجب ویرانی و نابودی انجامید؟ واقعا ای طرفداران خرد، یادتون باشه این دوستانی که از خرد راجب همیشه طرفدار خرد هستن، واقعا من بعضی موقع تعجب میکنم. خرد یک دانه‌ای بیش نیست، باید پرورش داده بشه. اگر این خرد پرورش داده نشه چجوری میتونه کار بکنه؟ باید تربیت بشه. ای طرفداران خرد، زبانتون واقعا چیزی گوید و عملتان چیز دیگر نشان میده. واقعا ای طرفداران خرد، چرا عاشقان لامپ های سوخته بدون نور هستید؟ ای طرفداران خرد، چرا با خرد خود راهی نشان ندهید؟ ای طرفداران خرد، چرا گره از وضع نابسامان اقتصادی از هم پاشیده را نشان ندهید؟ ای طرفداران خرد، چرا راهی جهت گرفتاری های دیگر این دنیا نشون نمیدید؟ و ای طرفداران و دوستداران خرد، از تعالیمی که من ذکر کردم چه چیز بهتری شما میتوانید بیاورید یا بنمایید؟ بفرمایید، بگویید و بیاورید. ما در خدمت شما هستیم و اگر ندارید خواهش میکنم دست از لجاجت و بیتوجهی بکشید و اون را جهت رفاه خود و دیگر اعضای انسانی به کار ببرید. من فکر نمیکنم این از خرد اصلا کوچکترین دوری داشته باشد. من فکر میکنم جناب سوربی وقت ما خیلی نزدیک به تمام هست، ما به سوال دیگه میرسیم یا خیر؟ میخواین این سوال رو هم پاسخ بدین که آیا بهائیان و مسیحیان فکر میکنن با رفتار خوب و سهلامیزشان بر رفتار خشن و بد اثر میگذارن؟ والا من در مورد جناب مسیحیان خبری ندارم، ولی که خب سابقه خیلی خوبی هم از مسیحیان نداریم به خاطر گرفتاری هایی که در حال حاضر و قبلا پیش اومده. ولی کن ای هموطنی که این سوال کردی، از گل خوشبو چه انتظاری داری؟ ای هموطن عزیز، از بلبل خوش الهان چه امیدی؟ ای هموطن، از نسیم بهاری چه خواهی؟ و همینطور ای هموطن، از ضربه زدن بر سیمهای سنتور به وسیله استاد توانایی چه انتظاری داری؟ از آفتاب عالمتاب چه جویی؟ و ای هموطن، از آب حیات بخش چه امیدی؟ و از عسل و شهد و شکر چه جویی و چه انتظاری؟ این است خصلت بهایان، این است سرشت اون چه یاد شد و نیست چیزی دیگر در ما. بهایان اون چه دارن بنمایند و اون چه و چیزی دیگری بهایان ندارند. ما میوه شجره عشق و محبت و خلوص نیت و رحم و شفقت و مهربانی در وجود ما گذاشتم و
و ما چیز دیگه ای نداریم که ارائه کنیم، چیز دیگه نداریم که ببخشیم. اگر شما موافق هستید با این، به قول معروف خوش آمدید، و اگر موافق نیستید، خب به راه خود ادامه دهید. ما چیز دیگه ای جناب سوربی نداریم. ما نمیتونیم مانند دیگرها چکار کنیم، اسلحه به دست بگیریم. این کار ما، اسلحه ما عشق و محبت است. خیلی متشکرم. منم از شما ممنونم. به قول آمریکایی‌ها میگن what you see is what you get. پس شما هم هر چی دارین در طبق اخلاص گذاشتید. مرسی، خیلی ممنون. منم از شما ممنونم و متشکر، و امیدوارم هفته دیگه در خدمت شما باشیم. و بقیه سوالات، دو تا دیگه سوال مونده بود. بله بله بله. پس هفته تا هفته دیگه امیدوارم اوقات بسیار خوب و خوشی داشته باشید، تمام دوستان در تمام نقاط این دنیای پهناور. مرسی، ما هم برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. ممنونم از شما. خدا حافظ. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای عنایت مطلبی بودیم از استرالیا. همچنین که در اول برنامه هم خدمتون گفتم، اگر پرسشی هست یا نظری دارید در رابطه با برنامه ایشون، حتما مطرح کنید، بپرسید سوالتون رو. و اجازه بدید من شماره تلفن و ایمیل رو هم روی صفحه بذارم و روی بیشتر ویدیوهامون هست. این ویدیو تا یکی دو ساعت دیگه در صفحه بایگانی تلویزیون مردم اونجا هم هست. دوستان در صفحه دیدار یاران هم لطف میکنن و در صفحه گفتمان ادیان هم، و جا داره که از اونها هم تشکر کنم. شما هم اگر مایل هستید که برنامه‌هایی در رابطه با ادیان، مذاهب، سازمان‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشید، تلویزیون مردم از مردم، با مردم و برای مردم بوده و هست و امیدواریم که خواهد بود. پس اجازه بدید که برنامه‌ها رو پی بگیریم. لطف کنید به دوستانتون تلویزیون مردم رو هم معرفی کنید. روز و روزگار بر شما خوش. Thank you.